سلام نماز روزاتون قبول باشه امیر حسین صدیق هستم کتاب باز جنرات مکافاتی که خوندین که میدونین که شخصیت اصلیش اسمش هست راسکولنیکوف جوانی که دچار توخماتی میشه البته یه بخشش هم به خاطر مطالعه زیادی. حالا نمیگم از بعدی چیزه ولی نه دوچار یه حال روحی میشه و تصمیم میگیره سابخونه و دخلاقش رو بکشه ما یه سریالی کار میکردیم ما یه دوستی این دوست هم نمیتونست اسم راسکول البته اسم روسی خیلی سخت هست همینجوری ولی راسکولنیکوف و نمیتونست بگه هی میگفتش راسکوف کی گفت راسکوف چی گفت گفتیم راسکولنیکوف گفت راسکوف چی گفت <applause> خلاصه الان که داشتم نگاه میکردم یاد اون دوست همکار افتادم ولی همیشه برام جالب بوده که دیدین داستان رومانی رو میخونیم یک شخصیت هایی در داستان ها هستن که یه تصور ذهنی ازشون می میسازیم برای خودمون اینکه فشون چه شکلیه قد و بالاشون چه جوریه هیکلشون چاقن لاغرن قوز دارن گوش پشتن یا یعنی اینکه ایستاده را میرن ورزشکارن سر و ریششون چه جوریه صورتشون حالتهای مختلفی مختلف بیشتر حالت میمی که اخم دارن یا حالت خنده دارن چی میبینیم همه هر کدوممون با خوندن هر کتابی یه تصویری ازش میسازیم ولی از بعضی شخصیت ها اصولا دچار یک یعنی بعضی شخصیت ها آدمای متنوع مختلفی که میخونن برداشت های یکسان ازش دارن مثلا اینکه ما همیشه وقتی که ب... کتاب بینوایان رو میخونیم شخصیت جاور به نظر یه شخصیت قد بلند و عصبی و با زوایای تیز صورت و نگاه نافذ و اینا میبینیم این چیه؟ این یه کلیشه که تو ذهن ما ایجاد شده یا نه توصیفیه که نویسنده میخواسته این کلیشهی که ما تو ذهنمون داریم چقدر به آنچه که نویسنده میخواسته به ما برسونه نزدیکه چقدر دور ازش حالا حالا اصلا چرا این همه صحبت کردم امشب یک مهمون عزیز دارم که همکار و پیشکسوت خیلی خوبم خودم هستن که سالهای سال های متنوع و جذاب و دوست داشتنی در سینما و تلویزیون بازی کردن ولی تا جایی که من یادمه تقریبا شکل سر و صورتشون یک جور حفظ کردن چند بار عوض کردن ها ولی غالبا در یک شکل ولی شخصیت های متعددی رو بازی کردن و متنوع میخوام دعوتشون کنم ببینم که چه چیزی باعث میشود که ذهنیت تماشا چی یا همون در راستای پاتاق کتاب بازمون خواننده کتاب باعث میشود که با خواندن و شناخت بعضی شخصیت ها یه دفعه این صورت تو ذهنمون بیاد یا این فیزیکو هیکل در این مورد میخوایم صحبت کنیم با کتاب باز در خدمتتون به نظر شما با کدام روش می توانیم مطالعه مؤثر و خوبی داشته باشیم؟ یک تندخانی، دو آهسته و با درک خواندن. برای پاسخ عدد گزینه مورد نظر رو به شماره سی پنج هزار ارسال نمایید. در خدمت جناب آقای حسن جوهرچی عزیز هستیم آقا خیلی خوش آمدید من تو خیلی مشکرم زنده باشید همچین گفتی جناب آقای حسن جوهرچی یه ذره احساس غریبی کرده آخ از وقتی انقدی بودم شما بازی <applause> خوب شما خبه من شما خیلی <applause> خوب هم <این شما>. پادرستون <applause> خوبه خیلی قسنگه دوست داری دکورتون خیلی فوق العاده <شما>. است برنامه خیلی برنامه <applause> خوبی <این> تبریک میگم <شما>. دیدیم برنامه چند تا از برنامه یکی دو تاشو <applause> شد جسته گریخته دیدم ولی به نظرم میاد که خیلی فضای خوبی داری ممنونم واقعا خودت همه بچه ها دوستان که دارن زحمت میشن خسته نباشین این اتاقکتون خیلی دوست این اتاقک آره. اتاق فکرمونه دیگه هر خیلی تمام ذهن و اطلاعاتمون از اون تو بیرون میاد خیلی عالیه آقا ماشالله شما تکون نخوردین چرا میخورم تکون 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 چرا دیگه الان صحبت این بودش که شما چرا قیافتون عوض نمیکنین چرا قیافه ما عوض نمی کنم. من دیدم و البته من من دیدم که سر کارهای مختلف حتی یه مدت تمام ریش و سیبیلتون رو تراشته رو بله. غالبا بله. هم اینجوری به خاطر اینکه ازتون میخوان خودتون علاقه مندید این بار گیر کردین توی یه شخصیت یه کتاب ولی کارهای متنوع ازتون توهین نیست اینا نه نه خواهش میکنم ببین امیر جان شما خودت سالهای سال داری کار میکنیم این رو در واقع قطعا تجربه با کرد. من هم بل هم نظر خواهی بود قالب بازیگرها تیپ و قیافشون دست خودشون نیست بله یعنی م... یک تهیه کننده یک کارگردان بر مبنای شناختی که از امیر حسین صدیق داره یا از حسن جوهرچی داره یا از هر کسی دیگری او رو برای یک نقشی انتخاب میکنه حالا اگر این وسط اه... تصویری که دیده تو بله. داره بله. که در اون کار یا اونجا اینجوری این شکلی بله. من خیلی دیدم که مثلا گریمور آمده به کارگردان گفته که آقا مثلا موهای حسن رو اینجوری بکنیم مثلا کوتاه بکنیم بزنیم یا بلند باشه یا نه گفت نه نه نه, نه دست نزن دست همین خوب همین خوب خب این از یه نظر شاید در واقع در روند تولید یه اثر تلویزیونی یا سینمایی شاید یه شاید, شاید حسن دیده. باشه نمیدونم ام ولی ام بذار راحت بگم راحت بگیم واقعیت نه راحت اینه که ما تهیه کننده ها و کارگردان های جسور نداریم یا خیلی کم داریم جسارت از چه نظر؟ از این نظر که اگر که قرار است مثلا میگم سابقه حسن جوهشی در اصولا مثلا نقش های مثبت در واقع بیشتر دیده شده حالا بیایم یه قاتل جانی روانی رو بدیم بازی کن آره بعد یارو مثلا تایی کنه میگه میتونه نمیتونه نه بلیش کن بلیش کن بازیگر هست دیگه این امتحان قبلا داده جواب داد اون اونو بیارید آره میدونی؟ آره من بسیار زیاد در حسرت نقش های هستم که بعضا تو تلویزیون در سینما میبینم که پیش خودم میگم اگه من بازی می‌کردم شاید بهتر میشد یعنی یه کلیشه‌ای در ذهن مثلا کتاب رمان داستان که میخونیم دیدیم ما بر مبنای آن که دیدیم فیلم ها و نوشته تصاویری که ساخته شده از روی نوشته ماها هم شاید دوشاری یک کلیشه ای شدیم ما به ما نبازیگر، به عنوان یه بیننده که حتی من وقتی داستانی رو میخونم مثلا مثالی که همیشه جلوی چشممه توی داستان بینوایان جاور بازرس جاوره با با شخص همه با صورت استخونی و احتمالا دماغ و تیز و نگاه نافذ و قد بلند و اینا میبینیم ولی میبینیم که اون ور یا فیلمش که ساخته میشه راسل کرو بازی میکنه که اصلا فیزیکش و چهرش و اینا متفاوته و جواب هم میده آقای غریب پور آقای فرانی بازی کرد آقای فرانی بازی کرد با یه فیزیک متفاوته اصلا اون چیزی که به قول فرمایش شما قد بلند و حالا دماغ آنجوری و مثلا چشم خب آقای فرانی خیلی جا چهرهش اصلا دلنشینه بله. نهربانه. بله. اون خشونت رو اجازه بدید تو بازیش نشون بده خیلی به حرف گرفتم اینطور در خدمت دوست عزیزم حسن جوهرچی عزیز هستیم در پاتوق کتاب باز. من از اموی دوک هیچ نمیدونم جز اینکه اموی پدر بزرگ بود نمیدونم چه قیافه داشت نمیدانم کجا زندگی میکرد شغلش چه بود فقط نامش را میدانم یودوک و هیچ کس دیگری را به این نام نمیشناسم پدر بزرگ قصه هایش را با جمله وقتی که امویودوک هنوز زنده بود یا وقتی من به دیدن امویودوک رفتم و یا وقتی امویودوک یودوک ویالونی به من هدیه کرد شروع می کرد اما هیچ وقت چیزی از امو تعریف نمی کرد و وقتی از اون می پرسیدن این امو کی بود؟ می گفت مردی زیرک مادر بزرگ به هر حال چنین عمویی نمیشناخ و پدر من هم نامش را که میشنید میز خنده و پدر بزرگ وقتی پدر میخندید عصبانی میشد و مادر بزرگ میگفت آها آره و بعد پدر بزرگ آرام میشد زمان درازی خیال میکردم دوک جنگلبان باشد چون یک بار که به پدر بزرگ گفتم میخواهم جنگلبان بشوم گفته بود آره حتما اگر امو یودوک بود خوشحال میشد اما آن وقت هم که میخواستم لوکوموتیو رام بشوم و حتی آن زمان که هیچ چی نمیخواستم بشوم باز او همین را گفت پدر بزرگ همیشه میگفت آره حتما اگر امو یودوک بود خوشحال میشد اما پدر بزرگ دروغگو. بود من البته دوستش داشتم اما در طول زندگیش دروغگو شده بود اغلب میرفت سراغ تلفن گوشی رو بر می داشت شماره ای می گرفت و شروع می کرد به صحبت سلام امو دو. چطوری امو دو؟ نه امو دو. آره معلومه حتما اما و, و ما میدانستیم که همش علکی است امویودوک حیوانات را دوست دارد دوستشان دارد با آنها به پیاده روی می دود. در هر سرمایی امویودوک با حیوانات به پیاده روی می رود. اما هر سرمایی را تحمل می کند اما هر سرمایی را عموی و میم واو یا واو دال واو کاف و از ما نباهاش که سراغش می رفتیم نمی پرسید که دو هفته چند تا می شود یا پایتخت ایسلند کجاست بلکه میپرسید یودوک را چطور می نویسند یودوک را با یای کوچک می نویسند و کافش هم سرکش ندارد اما بدترین چیز یودوک دو تا واوش بود و پدر بزرگ عاشق همین واوهای یودوک بود می گفت اما یودوک لوبی های گونده رو روس می کند اما یودوک شمال لهستان را دوست دارد اما یودوک زود از کوره در می رود و دیگر کار به جایی رسید که همه چیز را با او می گفت همون یودوک می آید سراغمون او مرد زیروک و اوست مو فردا می رویم دیدون امو یودوک امو یودوک می سراغمون و مردم بیشتر و بیشتر از پدر بزرگ وحشت میکردن و او تازه شروع کرد ادعا کند که اصلا یودوکی نمیشناسد و ما بودیم که این را شروع کردیم ما بودیم که پرسیدیم این امو یودوک کی بود بس با او بیفاید فامیل شما همیشه میاد من همیشه به این فکر کردم که جو هر چی فامیلی که با چی ادامه پیدا میکنه جالب اول بپرسم اصلیتون کجاییه ما اردبیلی است اردبیلی است چه،, چه مفهومی داشتی؟ یه ربطی به کتاب نوشتن آره ای داستان جالبی داره عرض به حضور که موقعی که توی ایران هنوز نفت کشف نشده بود نفت مورد نیاز کشور، مخصوصا تو شمال کشور، از آذربایجان شوروی وارد میشه آها از اون بارد. بله بعد پدر بزرگ پدر من نماینده نفت در واقع اردبیل بوده چه جاله؟ آره، با... اینا میامدن بندر آستارا با یه کشتی های کوچیکی میرفتن نفت رو از باکو بر می میوردن توی آستارا و بعد با می میوردن به اردبیل برای مصرف مثلا نونوایی ها، هممام ها. حالا اون جاهایی که کوره داشتن بعد که میان قانون در واقع ثبت احوال درست میکنن و میگن همه مردم باید سجل داشته باشن برای گذاشتن فامیلی میرن در درجه اول سراغ شغل افراد بله خیلی چی آزداره. آره چی توی آذربایجان پسمند شغله وقتی که میان با پدر بزرگی پدرم صحبت میکنن که آقا تو باید مثلا شغل چیه میگه ما کارمون نفته میگن خیلی خب پس فامیلی شما بهترینش نفچیه و خوشش نمیاد دوست نداشتن آره نفچی, نفچی قشنگ نیست بعد حالا هی پیشنهادات مختلف میشه تا اینکه اون نماینده ثبت احوال میگه که ببین این نفته خیلی سیاهه همیشه جای جوهرم جا این خیلی خوشش میاد میگه که آره جوهرچی خوبه این ما میشیم جوهرچی چی جاله <تصفيق> <تصفيق> ولی اهل کتاب و مطالعه و اینا بودین بله من میدونم خودتون کتاب خواهش به طبع اون فامیلی که گذاشته میشه بعد ها توی نسل در واقع جوهرچی ها توی اردبیل آدم تحصیل کرده زیاد شما میبینید به دلیل فامیل نه خب آمادگیشو یه... داشتن حالا آمادگیشو داشتن ولی قطعا اسم و فامیل خیلی تاثیر داره ما از اصطلاح کتاب باز اینجا استفاده میکنیم خانوادهتون کتاب باز پس توی سیاد بوده بله احتمالا کتاب خانه بزرگ هم تو خونه داشتن بله بله ما یه اه... مطلبی رو عرض بکنم خداره. یه خاطره داشتیم اره... در مورد این تعریف خیلی با <تصفح> است ما چون تقریبا هممون خرداد ما قبول میشدیم برای اینکه سه ماه تابستونمون رو تهران نباشیم و تهران هم خیلی گرم میشد اون سالا یادمه بابا ما رو سوار اتوبوس میکرد میفرستاد در دبیل به ما میرفتیم بله میرفتیم منزل عمو بزرگم بعد پسرمو بزرگی ما داریم که توی فامیل ما توی پسرها از همه بزرگتره الانم هم استاد دانشگاه عرض کنم خدمتت که ایشون از ساعت هشت و شب که دیگه شام صرف میشد و سفره جمع میشد همه رو میبرد تو اتاق خودش بچه های کوچک فامیل رو و به هممون یکی کتاب میداد میگفت بخونید با صدای و... بلند بخونید نه 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 خودتون خودت کتاب بخونید آره مثلا فکر یه کتاب خونه یک بزرگی داشت یه چیزی مثلا مثل اینجایی که شما داری آفرین بعد عوض این که ما مثلا لافت و رو پنگ کنیم و کشتی بگیریم و ملق بزنیم و بالش هم دیگر بزنیم کتاب میکنیم و فردا صبحش اون بخشی رو که خونده بودیم ازمون میپرسید و جایزم بهتون میداد یعنی می چیز تشویقی هم داشت آفرین بعد از ظهر میرفتیم سینما آفرین بعد اگر شما مثلا اون بخشت رو خوب حفظ نکرده بودی یا لفه میده بودی از سینما خبری نبودید آفرین چه چه پیشنهاد خوب <تصفح> اینم یه روش خیلی خوبیه این شد که ما از خیلی سن پایین در واقع علاقه من به مطالعه و کتابخوانی آره به کتاب شاید به دلیل اون سینماه بود نمیدونم در حال جنبه تشویقی داشتن, داشتن خیلی مهمه آره. دیگه خب بعد همین روشی که سالهای پیش پسر اموتون چقدر آدم روشنفکری بوده شما بله. تشویق میکرده شما بله. چه کردین با بچه ها که ما هم مکانیسم های تشویق خودمون رو سعی کردیم اعمال بکنیم یعنی هم من اون هم پسر عموتون با شما, با شما رو تاثیر گذاشت رو بله. که بعد با بچه بله. خودتون بله. کردین بله. اینجا پاتاق کتاب بازه بحث با او بیفایده بود برای او دیگر غیر از یودوک هیچ چیزی وجود نداشت دیگر به می میگفت روز به خیر آقای یودوک بعد اسم من را گذاشت یودوک و بدترش هم اسم همه مردم را یودوک را برای تحبیب میگفت یودوک عزیز من فوشش بود ای یودوک و نفرینش برو به یودوک دیگر نمیگفت من گرسته می میگفت من یودوکم بدتر حتی من هم نمیگفت و این جمله میشد یودوک یودوکم. روزنامه رو بر می داشت صفحه یودوک یودوک یعنی حوادث و بقایه را باز میکرد و میخواد در یودوک اتفاقی در یودوک نزدیک یودوک افتاد که دو یودوک بر جای گذاشت یودوکی به یودوک یودوک دیگری اصابت کرد کمی یودوک بعد یودوکی در یودوک یودوک با یودوک دیگری یودوکید مادر بزرگ انگشتانش را توی گوشهایش میکرد و داد میزد من دیگر طاقت شنیدن این حرفها را ندارم دیگر نمیتوانم تحمل کنم اما پدر بزرگم ول نمی کرد پدر بزرگ تمام زندگیش ول نکرد و پدر بزرگ خیلی عم کرد و من پدر بزرگم را خیلی دوست داشتم و اگر چه اواخر عمرش غیر از یودوک چیز دیگری نمی گفت حرف یکدیگر دیگر را خوب می فهم. من خیلی کوچک بودم و پدر بزرگ خیلی پیر. او مرا رو روی زانوانش می نشان و یودوک یودوک را برای یودوک می یودکید. و این یعنی که او ماجرای امو یودوک را برای من تعریف می کرد. و من هم از آن قصه ها خیلی خوشم می آمد. اما تمام آنهایی که از من بزرگتر اما از پدر بزرگ کوچکتر بودند نمیفهمیدند و نمیخواستند او مرا روی زانوانش بنشاند وقتی که مرد خیلی گریه کردم به همه قوم خیشا گفتم که روی سنگ قبرش به جای فریدریش کلاوزر بنویسند یودوک یودوک چرا که پدر بزرگم حتما اینطور میخواسته اما با اینکه خیلی گریه کردم هیچ کس به حرف من گوش نداد اما چه حیف و چه حیف که این قصه راست نیست و چه حیف که پدر بزرگم دروگو نبود و حیف که زیاد پیر نشد من هنوز خیلی کوچیک بودم که مرد و فقط به خاطر میارم که چطور یک بار گفت وقتی امو یودو که هنوز زنده بود و مادر بزرگم که زیاد ازش خوشش نمی آمد با خشونت سرش داد کشید بس کن با این یودو که و پدر بزرگ ساکت شد و غمگین و عذرخواهی کرد آن روز خیلی عصبانی شدم و تا جایی که به خاطر دارم اولین باری بود که عصبانی شده بودم و داد کشیدم من هم اگر یک امویوک داشتم از هیچ چیز دیگری جز او صحبت نمی کردم. و اگر پدر بزرگ هم این کار را میکرد، شاید بیشتر زنده می مان. و من هنوز پدر بزرگی داشتم و حرف یکدیگر را خوب می فهمیدی. Apples Bur steak it beta land آقا جو الان هم اوضای کتاب بازیتون چجور میرسین من خودم یه وقتی بهونه میرم دیر میرسم نه همین از این بهونه هایی که شما میگی منم میارم متاسفانه و این عروس خیلی بده برای ماها که مخصوصن حالا خیلی کار کار فرهنگی هم من داریم رب داره یعنی هی باید بله. این باتری مون رو شارژ کنیم از بله. بله. هر وقت که بتونم آره سعی میکنم کتابخونه خونه خونه خاک نخوره سعی میکنم من پیشنهادی که میگفتم الان پیش... پیشنهاد چون پیشنهاد من نبود نمیدونستم چیه تایید <applause> کننده مون اینو میده و به من میگه حالا نگاهم. قابل نداشت قول من میدم نه از نه اصلا چیزی رفتی به تایید کننده نداره پیشنهاد پیشنهاد تایید <applause> کننده معمولا یک چیزی این تو می نویسه خب شما نباید ببینی پس خب حالا شما که رفیق شدیم با هم نمیخوان من ما رفیق بودیم بله بله نمیخوان الان نشون بدیم من ببینم چیه نباید نگاه چشم نگاه. خب باید بازیه، یه بازی یه بازی دوست داشتنی انجام میدیم با هم دیگه انشاءالله. چه میشه هیچ راهنمایی من من اسم یه کتابی رو با ایما و اشاره میگم شما سعی آها آه این کار ما با علیرضا کمالی هم کردیم آها. فقط اگه یه جایی دیدین که مثلا من دارم خنگ بازی در میرم در لو میرم و اینا که خنگم نه زیر لبی به من منزونین از پشت میکروفون رو چیکار کنم اینا من یه جور لبخانی من لب و رو نگاه میکنم اسم کتاب رو بهم باش خوب به 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 این دفعه در سه ثانیه من تمام اسامی رو حدس خواهم زد همون کتابای اون رو بود کاش قبلا نگاهشون کردم آره من اصلا اسمینو نمیتونم بخونم بذار میخوایم به من نشون بدین راه کنم خیلی اجازه بدین شاید شما نتونید بخونید من اسمشون از دستم میافته ها الان میافته زمین خب این یکی خب اینو نبرم با خودم دیگه اجازه, یکی اجازه یکی. با بدین اینجا بایمش میتونینم ببرین میتونم ببرم؟ جو هر چقدر بود به من هم نشون بدید این همه حرف زدیم اینجا یادتون رفت امیدوارم بتونم دیگه پس بذار اینا رو ببرم امیرسه رو تقلب نکنه بیاد نگاه بکنه الان دارین میبرین اونجا گذاشتین نه میذارمشون اینجا خب اول جم. کتاب اول اول کتاب اول خب سه کلم است اولیش چکش پتک سندان میخ میخ نخ سیخ دسته پایه گل درخت درخت شاخه اولی شاخه است شاخ، ترکه آها ترکه آه 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 اینجوری <تصفح> ترکه دومیش ترکه درخت ترکه درخته کوچک باریک نازک گل تر تر ترکی درخت آلبالو به 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 خب بح اولی رو اولی رو, رو گفت آلبالوی ترچی <applause> خب اولی رو الان گفتم آره بذار دومی رو یه بار دیگه ببینم خب نمیشه کرد <applause> دو حرف دو کلمه است دو کلمه است کلمه اول تخم مرغ نیمرو نیمرو اولی نیمرو مایتابه دسته مایتابه دسته نیمروی اما اینو 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 میخوندم اولی دسته مایتابه نیمرو خوردن آها جم اوملت آها اوملت املت دسته دار گفتم کتاب چه خوندم واه 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 گوجه فرنگی تخم مرغ املت را نگفت نه که گفتی گفت بعدش گفت دیگه بذار ما ببینیم کتاب رو عکسمون هم با هم دیگه بگیریم ها عکس هم می‌گیریم من و شما با هم دیگه عکس خیشگیر بود اسمش خود بگیر خودمون از خودمون عکس بگیریم سلفی می‌گیریم سلفی می‌گیریم آره تا املت دسته دار بله آقای ناصر فیس که قبلا پیشمون هم بودن. یه عکس بسیار بسیار انسان فریخته بود بله بله میشناسیشون بله از نزدیک خالده اینجا خالده. پیش ما مهمون بودن اومدن کلی گپ زدیم و خوشو بش کردیم و فکر کنم این آماده است همینجا جای خوبی هست این پولارویده؟ بله چه جاله؟ یعنی که فوری میگیره و من باز نزدیک آها دیدم اونجا از همون, اکس همون, اکس همون هر کس میاد یه دونه این لحظه رو ثبت میکنه چقدر میکنم. خوب سه دو حالا بعد اینجوری روش مالش بدی اون قدیمی ها بود این اون کاراشو تو میکنه اه. همه چی از این یه نظر جدیده دیگه <تصفح> 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 خیلی لطف کردیم پیش ما خیلی ممنون, اتون ممنون, اتون ممنون اتون نه، نه. ممنونم خلی... از اینکه خوب... بودین صحبت خوب... کردین خاطراتتون رو با ما به اشتراک از محبت محبتت. خیلی منم. ممنون که دعوت کردین اگر من چیزی یادم رفته بپرسم چیز خاصی میخواین بگین نظر در مورد پاتوق نمیرسه گفتم بهتون که اول گفته گمون گفتم بسیار برنامه خوبی دارید من خیلی خیلی خوشحالم که چند دقیقه شریک بودم تو لطف کردیم و دوستان خیلی خوبم و بعد از مدت ها دیدم دلم برای شما خیلی تنگ برنامه. شده برم و عرض به حضور که این برنامه های اینگونه که ما به عنوان مهمان بعضا دعوت میشیم یه حسن بسیار بزرگی که دارینه که بچه ها از هم دیگه خبردار میشن خیلی خوبه خیلی میبینیم بیرن. بعد از بودت آره دلمون هم تنگ شده بود بعدم همه کتاب بازا دوستای کتاب بازتون بگین بیان پیش من حتما. من اینجا در باز بر روی حتما. تمام دوستان که کتاب باز هستم عکسمون هم خوب شد اه چقدر جاله <تصفح> حالا اینو روشو رو باید بکنین یا پر نه دیگه <تصفح> این همینه این پای پر رنگتر و پر رنگتر میشه ولی از یه سنی به بعدش بعد کم رنگتر میشه در خدمت آقای حسن جوهرچی عزیز بودیم کتاب باز درجه یک من که خیلی لذت بردم دوستم ندارم برم برین شما برم من دوستم ندارم برین ولی ممنونم من میدونم که می کارتون خیلی زیاده بست. و مهمانان دیگری در راه هستن براتون عرضی محفظی می می سلامتی میکنم امیدوارم همه مردم ایران از اون بهانهایی هایی که ما میاریم نیارن و واقعا کتاب بخونن و سرانه مطالعه کتابمون روز به روز بیشتر میشه خیلی ممنون قربانتون در پاتاق کتاب باز در خدمتون هست امروز که حسن جان جوهرچی پیش من اومدن گپ زدیم داشتم به این فکر کردم که لزومی نداره حتما هنر بشه خیلی قیافه عجیبی برای خودش درست کنه یا گریم عجیب غریبی داشته باشه که این شخصیت عجیب رو بازی کنه مهم اینه که اون شخصیت رو درست با بازیش ارائه بده همون جوری که وقتی کتاب کتابهای مختلف میخونیم و شخصیت های مختلف و گاهی عجیب رو باهاشون برخورد میکنیم توی کتاب ها لزومی نداره توی تصور و خیالمون خیلی قیافشون عجیب غریب و خاص و غیر عادی ببینیم میتونن شبیه همین آدم های دور ما باشن قربانتون برم دوستتون دارم امیر حسین صدیق هستم فردا روز بهتریه کتاب باز